برنامه خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین امروز 19 سپتامبر و 28 سنبل هست توجه را جلب میکنم به چند خبر از افغانستان خبرها را از شهر مزار شریف آغاز میکنیم. شهر مزار شریف و ولایت بلخ بدون دانشگاه شد طالبان در ادامه فارسی سیتیزیشن این بار واژه دانشگاه را از لوحه دانشگاه جدید شهر مزار شریف در علی آباد حذف کردند تصاویری که در شبکه های اجتماعی نشر و پخش شده است نشان میدهد که طالبان در شهرک علی آباد و در دانشگاه جدید شهر مزار شریف در لوحش تغییراتی آورده و واژه دانشگاه را حذف کرده و پهنتون را جایگزین نموده است هرچند که پهنتون در گذشته نیز در این لوحه نوشته بود دانشگاه و پهنتون هر دو ذکر شده بودند اما اکنون طالبان پس از آن که در شهر مزار شریف و در لوحه دانشگاه سابقه فارسی را حذف کرده بودن اکنون از لوحه دانشگاه جدید نیز واژه فارسی دانشگاه را حذف کرده است مردم و شهروندان کشور و فرهنگیان نسبت به این مسئله و این رفتار طالبان اعتراض کرده بان آن را فارسی سیتیزی و تعصبات قومی و زبانی عنوان کرده و گفته است که این به خیر افغانستان نیست و بیشتر از گذشته ما را به سوی نفاقهای قومی و مذهبی و زبانی میبرد در همین حال سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید که حذف واژه دانشگاه از لوحه دانشگاه شهر مزار شریف قانونی بود است و میگوید که حتی این اصطلاح در قانون ریاست جمهوری غنی و کرزه یعنی در جمهوریت هم نبود این در حالی است که قبلا در بسیاری از ولایت های افغانستان ما چنین گزارش های داشتیم حتی در شهر کابل که واجه های فارسی و دری از لوحه های مختلف ادارات دولتی حذف می شدن و تنها واژه پشتو و جملات انگلیسی باقی می ماندن. خبر دیگر این که طالبان حاجی بشیر نورزی از قاچاقبران مشهور و مهم افغانستانی را که در قید ایالات متحده آمریکا و در زندان گوانتانامو به می برد با یک کهن سرباز آمریکایی که در قید گروه طالبان بود مبادله کرده است شهروندان کشور و بسیاری از کارشناسان ملی و بین المللی سوال را مطرح کردند که چگونه ایالات متحده آمریکا اجازه دادند تا یک قاچاقبر مهم و مشهور دنیا از زندان گوانتانامو آزاد شود و این گونه تسلیم طالبان گردد. آجی بشیر نورزی از افراد نزدیک به ملا محمد عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان بود که به دلیل انتقال مواد مخدر از جمله هیروین به ارزش تقریبا 50 میلیون دلار آمریکایی در ایالات متحده آمریکا بازداشت شده بود او از جمله حامیان مالی گروه طالبان نیز به شمار می رفت و به همین دلیل به زندان گوانتانامو منتقل شد اما او امروز به با کابل بازگشت و به با گروه طالبان تسلیم داده شد در بدل رهایی بشیر نورزای طالبان یک کهنه سرباز آمریکایی را که مهندس هم بود از زندان خودشان آزاد کرده است این زندانی آمریکایی حدود دو سال پیش از کابل ربوده شده بودند و گفته می شود که توسط حقمانی ها زندانی و آزاد شده است پس از انتقادهای فراوان که از دولت بایدن بابت آزادی نورزای مطرح شد جو رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این تصمیم را دشوار خواند اما ابراز امیدواری کرد که گروگان امریکای سالم و صحتمند به ایالات متحده آمریکا و به آغوش خانوادهش بازگردد و خبری هم از ولایت دایکندی بلوسبالی کیتی داریم شما از باشندگان بلوسبالی کیتی ولایت دایکندی و مشخصا قریه رویان در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که بلوسبال گروه طالبان و فرد به نام سید گلاب در دنبال تا از مردم به دلیل یک پروژه گذشته باج بگیرد این منابع در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که چند سال پیش مردم رویان تصمیم گرفتن به خاطر ایجاد سهولت یک سرک از رویان به سمت قخور بکشند و این سرک با هزینه مردمی قرار بود ساخته شود و کامل گردد اما پس از آن که حکومت جمهوریت سقوط کرد و طالبان روی کار آمدند فردی به نام سید گلاب نزد ولسوال طالبان رفته بوده و از بای خواسته بوده که باید تصمیم بگیریم تا کمک برای اکمال و کامل شدن این سرک از مردم جمع آوری شود و فیصله کرده بودن که باید لک افغانی یعنی یک میلیون افغانی پول جمع بکنیم و به اصطلاح محلی هر دود یا هر خانواده باید 200 افغانی جمع آوری اما بعد از اون که گفته بودی کمک جمع آوری کردین امید دل افغانی رو باید دو را با به ولسوال و این فردی به نام سید گلاب بدهین و هشت لگه دیگرش بالای سرک هزینه شود بنابرای میگن مردم ما منصرف شدن گفتن ما فقیر هستیم و توان پرداخت این مقدار پول را نداریم سید گلا و ولسوال طالبان برای ولسوالی کیتی مردم را محکم گرفته که حداقل دو لگ افغانی حق ما را پرداخت کنید مردم میگید که ما فقیر هستیم و اگر در توان ما بود پول جمعوری کرده و سرک را میساختیم اکنون نمیتوانیم این پول را یک مقدارش جمع کرده به شما بدهیم این باشندگان محل میگوید اما فشار بالای شمار از بزرگان و مسافدان قریجات مختلف رویان زیاد هست و آنان را میخواید وادار بکنند تا حداقل دو لگ خانه را کرده و به این مقام طالبان پرداخت کند تلاشی خانه به خانه در بلایت های هلمن، اورزگان و قندهار نیز آغاز شده است منابع در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که دیروز و امروز تلاشی خانه به خانه در قندهار و اورازگان نیز شروع شده است البته تلاش های خانه به در ولایت هلمند سه روز قبل آغاز شده بود که دیروز گزارش شد که حتی بر اثر تلاشی خانه به با برخورد بین شمار از خانواده ها و طالبان چهار زن کشته و شماره هم زخمی شده بودند هرچند که برخی از رسانه ها کشته شدن تنها سه خانم را در آن اولایت یعنی هلمند توسط طالبان تایید کرده است ناخمه های طالبان ما تا به حال در این مورد دستخاری نظر نکردن اما امروز منابع از ورزگان و هیلمن میگن که تلاشی خانه بخارا در قسمت های مختلف این دو ولایت جریان دارد یک منبع از قنده ها را ما میگید که شماری از نظامین حکومت پیشین نیز در روزهای گذشته توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است و معلوم نیست که به کجا منتقل شدند طالبان ما تا به حال در مورد بازداشت ها نظر نکرده اما مسئولان طالبان در ولایت قندهار آغاز تلاشی خانه به خانه در این ولایت را آغاز کرده و گفته است که تایید کرده و گفته است که آنان تلاش میکنند تا هم مرکزی ولایت قندهار و با را به هم ولسوالی هایشان را به صورت کامل تلاشی نمایند از شمال افغانستان به ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار گزارش می شود که طالبان به کوچه هایی که از پاکستان و جنوب افغانستان آمده و باشندگان محل که با همدیگر دعوای حقوقی دادن دارن هشدار داده که مسئله حقوقیشان را رنگ قومی ندهند در همین حال باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین از طالبان میخواهند که اگر میخواهند که این مسئله رنگ قومی نگیرد به کوچه ها و پشتون های جنوب اجازه ندهید که زمین های مردم شمال را غصب کند باشندگان محل میگن که معاون والی طالبان برای ولایت تخار به ولسوالی خواجه بهاودین آمده و از مردم خواسته است که فعلا آرامشتان را حفظ کنید تا آنکه محکمه ما تصمیم بگیره که حق با شما هست یا با کوچی ها است در همین حال باشندگان محل میگن که آنان سالخان در اینجا زندگی کردند و کوچه هایی که ادعای مالکیت کرده حتی اکثرشان افغانستانی نیستن بلکه از وزیرستان شمالی به شمال افغانستان آمده و به دنبال آن تا خانه هایشان را غصب کند در این روزهای گذشته هم ما شاهدی درگیری ها بین این طرفین در خواجه بودیم که در نتیجه ده نفر از باشندگان محل توسط کوچه های مسلح و شماری از پاکستانی ها زخمی شدند باشندگان محل البته مسلح نبودند کلاً با سنگ و چوب بالای کوچه ها حمله کردند چون ده ها خانه باشندگان محل توسط کوچه‌ها و کسانی که دامشاد از پاکستان آمدن اشغال شده بودند و تصرف شده بودند باشندگان محل ما با کمک شماری از مردمان و باشندگان رسوالی های همجوار توانستند که کوجه ها را از خانه خود دوباره بیرون کنند اکنونی هیئت رفته و گفته است ما حق را به حقدار میرسانیم دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید که گزارش ها درباره قتل زندانیان توسط طالبان در ولایت پنشیر موثق به نظر می رسد. یونما در صفحه توییتر خود نوشته است که عاملان این قتل ها باید پاسخگو باشند. این سازمان گفته است که تحقیقات طالبان درباره این قتل ها باید شفاف باشد تا جدی گرفته شود. این در حالی است که پس از نشر کلپ ها مبنی بر تیرباران شدن شماری از اسیران جبهه مقاومت و دست نیروهای طالبان در پنچر و انتخابات های گسترده ملی و بین المللی وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که در این زمینه تحقیق میکند از سوی هم از ولسوالی دره و دره عبدالله خیل در, در پنچیر گزارش می‌شود که دیروز و دیشب مردم تصمیم داشتند تا یک جلسه قومی را در این منطقه راندازی را بکنه در مورد خوشدارهای طالبان با همدیگر تصمیم بگیرن چون طالبان با اونها خوشدار داده بودند که باید این دره را تخلیه کنند آنها با همدیگر نشسته بودند تا به این نتیجه برسند که آیا بمانند یا بروند در امان زمان به با ادعای باشندگان محل نیروهای طالبان به محل جلسه میرسه و بیش از 20 نفر را پس از لاتکوب بازداشت کرده و با خود به ولسوالی در منتقل کردند که به ادای باشندگان محل هنوز از سرنوشت نفراد اطلاعی در دست نمی باشد. منابع محلی در ولایت پروان میگد که طالبان اجزاد بیش از سی جنگجویشان را به این ولایت منتقل کرده است. این جنگجویان طالبان در روزهای اخیر در, در درگیری های مختلف در نقاط مختلف پنجشیر به قتل رسیده بودند. برای پر کردن شکممان مان علف میخوریم. در ادامه هشدار از بحران غذایی و گرسنگی در افغانستان روزنامه گاردین روایت نادر از دامنه های بحران گرسنگی و فقر و بیکاری در افغانستان منتشر کرده است این رسانه عکس از برخ جاهای افغانستان نشر کرده و از قول باشندگان محل گزارش نشر کرده که باشندگان محل و مردم میگن به دلیل بیکاری و فقر آنان مجبور شدن که گاه علف بخورن تا زنده بمانن میگن که فقر گسترش شافت است و کار دیگر نیست و اقتصاد مردم به شدت افت کرده یعنی پایین آمده و مردم دیگر مثل گذشته پولدار نیستن پولی ندارن و مخاطب نمیتونن که غذای کافی تهیه کرده و در نهایت مجبور میشون که گاهی اوقات با علف شکمشان را سر کنن بعد دنبال وقوع آتش سوزی در میدان وردک وزارت دولت در امور رسیدگی طالبان میگه که ممکن است آتش زده شدن خانه ها در ولسوالی چک ولایت میدان بردک کار جینها باشد این وزارت همچنان اعلام کرده است که آنان یک حیعت را به ولایت میدان بردک فرستاده تا در زمینه بررسی هایشان را کامل کند خبر اخیرین که حکمت خلیل کرزی معاون سابق وزارت خارجه افغانستان و از اعضای خانواده حامد کرزی میگوید که بستماندن مکاتب دخترانه آن هم به مدت یک سال باعث شرمندگی همه ما می باشد. حشمت خلیل کرزی در صفحه تویترش نوشته است که در قرن با مزد حکمت خلیل کرزی در قرن 21 تنها کشوری در جهان افغانستان است که دختران دانش آموزی بالاتر از سنف ششم آن نمی توانند به مکتب بروند. از توجه و همراهتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود.